مهمان من انگلیسی است، ولی با ایران و ایرانی ارتباطی دیرینه، روابطی حرفه‌ای و تجاری و پیوندی عاطفی دارد. در ایران قبل از انقلاب زندگی کرده، بروز انقلاب را شاهد بوده و تفاوت بعد از آن را هم تجربه کرده. با خلق و خوی ایرانی آشناست و زیر و بم رفتار فردی و اجتماعی ایرانیان را می‌داند. منابع قدرت در اقتصاد و سیاست ایران و سیاست سازان و سیاست بازان کشور را می‌شناسد. او حتی تفاوت تعارف‌های تصنعی ایرانیان را با تعارف‌های صمیمانه آنها می‌داند و همه اینها را در کتابی به قول خودش برای درک درست‌تر غربی‌ها از ایران منتشر کرده. مهمان من نایجل کولتورد، مشاور در امور مدیریتی است. آقای نایجل کولتورد، به برنامه به بار دیگر خوش آمدید. مرسی. نایجل، ما گفتگومون رو با فارسی شروع می‌کنیم و در ادامه بعد با انگلیسی ادامه می‌دیم. آشنایی شما با ایران، نایجل، برمیگرده به زمانی که شما در کتابخونه پدرتون یک کتاب رباعیات خیام پیدا کردین. چطور خیام شما رو به ایران برد؟ بیشتر وقتی که دانشگاه بودم، چند تا همکلاس من ایرانی بود. بعد اولین سفر که کردم به ایران، رفتم که دوستم ببینم، که این قبل از انقلاب بود. بعدن پس از کسب دکترام ازدواج کردم، تازه ازدواج بودیم با همسرم که ایرانی بود. بعد تصمیم گرفتیم که بریم ایران برای اولین کار مهندسیم، که تو مدت زمان شاه سابق بود. 18 ماه ماندیم تا اول انقلاب، و دو سه ماه بعد از انقلاب موندیم که آیت الله خمینی بود. آها. حالا شما در بسیار سفرتون به ایران، اولین بار خب با یک تصویری که از طریق خیام از ایران گرفته بودید به ایران رفتید. ولی وقتی که رفتید، آیا اون چیزی که در ایران دیدید، اولین سفرتون دارم میگم، با اون تصوری که از طریق خیام از ایران گرفته بودید چقدر منطبق بود یا چقدر فرق میکرد؟ دفعه اول که رفتم با قطار رفتم، با هواپیما رفتم استانبول، بعد قطار گرفتم. بعد چیز اولین که فهمیدم از ایران که خیلی چیز مدرن بود، جدید بود، چون که شرق ترکیه خیلی عرب افته بود. بعد وقتی که رسیدیم ایران، مدرن، جدید، تمیز بود. اما یکم ناراحت بودن، چون که از ایران خواندم، من فکر 1001 شب بودم، اما اصلا ایران اینجوری نبود. آها. شما خیلی جالبه اشاره کردین که از استانبول با قطار رفتین تهران و توضیح میدین توی کتابتون و که چطور وضعیت قطار در استانبول و در ترکیه چطور بود و اینکه وارده که ایران شدین و همه چیز فرق میکرد. در ترکیه یه خود بی سازمان و یه مقداری سردرگم بود، ولی در ایران همه چیز مرتب و منظم و اینا. حالا که وقتی مقایسه میکنین چطوره مثلا بین ترکیه و ایران؟ خب وقتی که رفتم ایران بعد از انقلاب، وضعش عوض شد 180 درجه، که عراق، ببخشید، ترکیه خیلی پیشرفت کردی بود از اون 20 سال بعد از انقلاب. و چون که ایران هم انقلاب داشت و
جنگ به عراق بود یکم عقب رفت. خب حالا شما اخیراً یک کتابی منتشر کردید درباره ایران زیر عنوان حسینز دایلما. من نمیدونم شما خودتون اینو به فارسی چی ترجمه کردید، ولی شاید بشه گفت دغدغه حسین. حالا سر اینکه چرا اسم این کتاب رو گذاشتین حسینز دایلما یا دغدغه حسین، برمیگردیم در ادامه گفتگو در موردش صحبت میکنیم. ولی شما خیلی نگاه موشکافانه ای دارید به خیلی از مسائل ایران، یعنی ابعاد و جنبه های مختلف زندگی ایران و ایرانی رو توی این کتابتون ترسیم کردید، از سیاست و اقتصاد گرفته تا حتی تعارف های معمول بین ایرانی ها و اینا. اینو من میدونم که پیشنهاد اولیه نوشتن کتاب رو همسرتون به شما داد. البته این دلیل خیلی مهمیه برای نوشتن کتاب، ولی همه دلیلش نیست. چی بود هدفتون از نوشتن این کتاب؟ برای بعد از این مهم، فکر کنم یکی از مهمترین دلیل این بود که بیشتر خارجی فکر میکنند که ایران مثل عراق یا افغانستان هرج و مرج سیاسی و اقتصادی داره یا مثل عربستان یه جامعه بست هست. اما به نظر من، چون که بعد از 20 سال بعد از انقلاب رفتم ایران، 7 سال اونجا زندگی کردم، رئیس شرکت اروپایی بودم و فهمیدم که به نظر من ایران جامعه پیشرفت هست، جمعیت جوان تحصیل کرده و جامعه بازه، مثلا سینما، موزیک، تئاتر، روزنامه‌گری و وبلاگ اینترنت. البته تو کتابتون توضیح دادین که به هر حال اینو عمدتاً مخاطب شما خارجی‌ها هستن، برای اینکه بدونن ایران چه خبره یا تصویرشون از ایران اونی که هست درست نیست، یا بد فهمیدن یا اینکه اصلا نفهمیدن ایران رو. حالا شما میتونن علت این بدفهمی یا بی اطلاعی غربی ها از جامعه ایران تا این سال ها چی بوده؟ علتش یه مقداری شاید کمکاری خود ایرانی ها هم تا حدودی بوده که معرفی نکردن ایران رو. فکر میکنم دو تا دلیل داره. اولینه که کشورهای اروپا و آمریکا اصلا و میدیا خیلی چی میگی فارسی؟ کوربین، نزدیک بین و فقط ساوند بایت میگیره که مونده به عکس انقلاب تو 1979 بود، وقتی که هرج و مرج بود، نفهمید، بعد نمیدونست که جامعه خیلی عوض شد. یکی دلیل این. دلیل دومه که ایران خودش از 8 سال جنگ با خارجی اصلا باز نبود. فکر می‌کنم دو تا دلیل داشت. ولی شما فکر می‌کنین الان یه مقداری تغییر کرده، یعنی الان دید خارجی‌ها به خصوص غربی‌ها نسبت به ایران تا حدودی عوض شده، یا اینکه کماکان هنوز؟ حتما. بله بله، من فکر میکنم از 2 سال الان سیاستمند اروپایی و مخصوصا آمریکایی داره میفهمه که ایران فارسی نمیگم یه جزیره استبیلیتی تو وسط کشورهای دیگه مثل افغانستان و عراق. خودش اینو میفهمه. ایران جزیره ثبات در منطقه؟ منظورم این که تا حالا اصلا تماس نگرفت به تماس نداشت به ایران. بعد روی عقیده 30 سال پیش بود. این تمام تحولات این 30 سال اخیر رو ندیدن، یعنی درست حسابی ندیدن لااقل؟ اصلا تماس نداشت.
بسیار خوب. البته شما در مقدمه کتاب نوشتید وقتی که همسرتون پیشنهاد کرد که این کتاب بنویسید شما گفتین که من مرد حساب و کتابم، مرد به اصطلاح لغت و قلم نیستم. بله من مهندسم. ولی باید بگم که خیلی خوب از لغت استفاده کردیم و قشنگ نوشتین کتابتون رو. خب حالا ما اینو برمیگردیم از این به بعد به انگلیسی ادامه میدیم برای اینکه چون که فارسی هم خیلی یکم نه به خاطر فارسیتون بسیار خوبه. بیشتر به این دلیل که خودتون خواسته بودین که به صورت مسائل خیلی جدی‌تر یه مقداری به انگلیسی صحبت بودین. اوکی نایجل، یو هاف اکسپریانسد. نایجل شما تجربه زیادی از ایران داشتین. حکومت فعلی رو تجربه کردین، دوران شاه رو تجربه کردین و تغییرات زیادی بعد از اون شاهد بودین، چه در موقع انقلاب و چه بعد از اون. به عنوان یک ناظر مشتاق و باید بگم کسی که دستی هم بر آتش داشته، اول از همه آیا به نظر شما انقلاب ایران اجتناب ناپذیر بود؟ فکر میکنم خود انقلاب اجتناب ناپذیر بود. این سوال رو از اون جهت پرسیدم که در کتابتون هم فصلی رو به این موضوع اختصاص دادین. نه به اجتناب ناپذیر بودن اون. نه این سوالی که من ازتون دارم. ناظران زیادی هستند که معتقدند بعضی از ناکامی‌های انقلاب سفید و به خصوص اصلاحات ارضی ناگزیر به سرازیر شدن روستایی به شهرهای بزرگ به ویژه تهران می‌انجامید و این قشر نوعی پرولتاریا تشکیل می‌داد. قشری که به شدت مذهبی بود و نسبت به جامعه شهرنشینی که پیش از اصلاحات ارضی ساکن شهرها بود بسیار بیشتر تحت تأثیر قرار می‌گرفت و قابل هدایت بود. Urban population in the large towns before the land reform. پس شما فکر میکنین که این دلیل اصلی؟ فکر میکنم یکی از دلایلش بود. یکی از دلایل انقلاب ایران بود. خب حالا حدود 36 سال از انقلاب ایران گذشته. فکر میکنین که جمهوری اسلامی در کدوم حوزه ها واقعا موفق بوده؟ بذارید اول راجع به حوزه حرف بزنم که بیشتر از بقیه باهاش آشنایی دارم، یعنی بخش صنایع ایران. ایران تقریبا یک جامعه صنعتیه. در این حوزه تحولات بزرگی اتفاق افتاده. مثلا تا پیش از سال 2012 تحریم‌ها با شدت بسیار ایران رو تحت تأثیر قرار میدن. بذارید آمار سال 2011 رو ملاک قرار بدیم. طبق این آمار و ارقام ایران 6.1 میلیون خودرو تولید میکرد. این رقم از تولید بریتانیا یا ایتالیا بیشتره، از روسیه یا کانادا هم بیشتره. این رقم از میزان فعلی تولید خودرو در فرانسه هم بیشتره. ایرانی ها در این زمینه قابلیت زیادی دارند، همینطور در حوزه مهندسی. فکر میکنم پیشرفت های بزرگی صورت گرفته و انتقال فناوری در سطح گسترده اتفاق افتاده. مثلا در مورد توربین های گازی مخصوص تولید برق یا در حوزه پتروشیمی میبینیم که حدود 30 میلیارد دلار در صنعت پتروشیمی سرمایه گذاری شده، تا جایی که صادرات ایران منهای نفت و گاز در 3 سال اخیر 4 برابر شده. بله ولی کارشناسای علوم اجتماعی ممکنه اینطور ادعا کنن که صنایع ایران در دوران بعد از انقلاب پسرفت داشته. برخی میگن که بیشتر این کارخونه ها و مجتمع های صنعتی کمتر از ظرفیتشون کار میکنن، که بخشی از اون به گفته اونها ناشی از تحریم هاست، ولی بخش مهمتریش به سوء مدیریت برمیگرده. این حرف تا حدی درسته. یکی از معضلاتی که ایران باهاش دست به گریبان بوده اینه که هر 4 سال رئیس جمهوری عوض می شده، یا دست کم هر 8 سال یه بار. و هر بار که انتخابات برگزار میشه متاسفانه تعداد زیادی از تکنوکرات ها و مدیران کنار گذاشته میشن، چون با قدرت و سیاستمداران صاحب قدرت در یک جناح قرار ندارن. مثلا در سال 2005 وقتی آقای احمدی نژاد به قدرت رسید، عده بسیار زیادی از مدیران فنی بسیار توانا کنار گذاشته شدند و جوان ها جاشون رو گرفتن. منظورم این نیست که جوان ها بی قابلیت بودن، ولی اونها تجربه نداشتند. در نتیجه هر 4 یا 8 سال شاهد یک فرایند دائمی کنار زدن با تجربه ها و تکرار دوباره فرایند کسب تجربه توسط مدیران جدید بودیم. این مسئله به احتمال زیاد مشکلی در راه توسعه بوده.
Yeah, but I mean, it doesn't go with what you said about the development in the industries. بله، ولی این با اون چیزی که درباره توسعه صنایع ایران گفتی نمیخونه. اگه همه چیز دائما در حال تغییره. بذارین از کتابتون نقل قولی بکنم. میگین که یکی از اتفاقات غم‌انگیز ایران امروز اینه که دانسته ها و اندوخته های صنعتی مدیران با تجربه هر 4 سال یا چیزی شبیه به اون دور انداخته میشن. بله، این مسئله چه چیزی رو در مورد ثبات سیاسی ایران نشون میده؟ به نظر من ایران از نظر استقرار دموکراسی هنوز جامعه جوانیه و هنوز در مرحله آموختنه. در 8 سال گذشته با حکومت احمدی نژاد تجاربی اندوخته شده که البته خیلی پرهزینه و دردناک بوده. حالا با بر سر کار اومدن دکتر روحانی رویه عملگرایانه تری در پیش گرفته شده. اما فکر میکنم او هم با چالش های خاص خودش مواجه باشه. در نتیجه مثل هر پیشرفت دیگه این روند هم آهسته و دردناک خواهد بود. ولی آماری که مطرح کردم نشون میدن که با وجود همه اینها پیشرفت‌های واقعی و مثبتی وجود داشته. ولی مجموعه از موانع در ذهنیت نسل جدید ایران نشسته. بعضی هاشون به همون سوء مدیریتی مربوط میشه که در موردش حرف زدیم. تئوری های توطئه هم ذهن بسیاری از تصمیم گیرندگان کشور رو به خودش مشغول کرده. شما در کتابتون به ماجرای اشاره میکنین که در اون در یک پروژه راه آهن یا مترو در ایران اختلال کوچیکی به وجود اومده بود و یکی از معاونان وزرا به شما گفته بود که این مسئله میتونه سیاسی باشه و به مذاکرات با وزرای خارجه کشورهای اروپایی بر سر مسئله هسته‌ای ربط داشته باشه. چنین ذهنیت هایی تا چه حد میتونن نقش مانع رو بازی کنن؟ فکر میکنم اون فقط یک مورد مشاهده است. اینجا دو مسئله رو مطرح کرده. دومی این بود که سیاستمدارا و مدیرای ایرانی تمایل دارن به همه چیز رنگ و بوی سیاسی بدن. اما این مسئله فقط مختص ایران نیست. من در فرانسه زندگی میکنم و میبینم که مدیران فرانسوی هم همه چیز رو بیش از حد سیاسی میکنند. منظورم اینه که این مشکل منحصر به ایران نیست. Everything. It's not a unique problem. So you think it's not that پس شما فکر نمی‌کنید در جلوگیری از پیشرفت مملکت نقش خیلی مهمی داشته باشه؟ قطعاً جا برای بهتر شدن در این زمینه وجود داره. جای پیشرفت هست، ولی باید در نظر داشت که ایران 35 ساله که با موزل منزوی شدن از جامعه بین‌المللی روبروئه و با وجود پیشرفت‌هایی که کرده، اما هنوز حوزه‌های زیادی هست که در اونها جای پیشرفت وجود داره. But there's still a lot of there are a lot of areas where improvement can continue. There's one other area that you observed in your نکته دیگه‌ای که در کتابتون بهش اشاره کردین اینه که روح و روان ایرانی‌ها به خصوص نسل جوان به گونه‌ای که فاقد وفاداری لازمه و ایده حاکم بر اون اینه که به سیستم رو دست بزن پیش از اون که سیستم بهت رو دست بزنه. منظورتون از این حرف چیه؟ What is it? این ناشی از خاطراتیه که از حضور در جلسات مختلف در ایران دارم. جلساتی که با شرکت‌های دولتی، مدیران و مهندسا داشتم. به نظر می‌رسید که در گروه‌های سنی مختلف ویژگی‌های بنیادینی وجود داره که از یک گروه سنی به گروه دیگه تغییر می‌کنه. و فکر می‌کنم اون چه این تفاوت‌ها رو توضیح میده، مقطع زمانی بود که اون افراد درس‌هاشون رو فرا گرفته بودن. فکر می‌کنم در کل 3 یا 4 گروه سنی عمده داریم که تعلق به هر کدوم از اونها روی رفتار فرد تأثیر میذاره. خیلی از مردان جوانی که در زمان انقلاب بین 20 تا 30 سال سن داشتن بعدن به مهره های کلیدی حکومت تبدیل شدن و مثلا در زمان جنگ عضو سپاه پاسداران بودن. بعد گروهی از پسرها و البته دخترها رو داریم که در زمان انقلاب دانش آموز بودن. اونها هم حکومت پیش از انقلاب رو دیدن و هم دوران بعد از انقلاب رو و همین فرد رو قدری دچار اسکیزوفرنی میکنه. این مسئله نه تنها نوعی اسکیزوفرنی جمعی ایجاد کرده بلکه در رده فردی هم عارضه رو به وجود آورده. این افراد با دو دسته ارزش‌ها و مبانی اخلاقی مواجه بودند و پیدا کردن راهشون در بین این دو دسته قدری براشون سخته. غیر از اینها گروهی رو می‌بینیم که از گروه قبلی هم جوان‌ترن که در زمان انقلاب شاید حتی به مدرسه هم نمی‌رفتن. وقتی در شرکت خودم با این افراد کار می‌کردم متوجه شدم که اگر اونها رو بلافاصله بعد از دانشگاه استخدام نکرده بودیم، دیگه اینکه ارزش‌ها و هنجارهای جمعی مربوط به شرکت و نظام ارزشی اون رو بپذیرن براشون سخت می‌شد.
چون سازوکاری رو در درون خودشون پرورش داده بودند که البته ایرادی هم نداشت، چون جامعه در نتیجه دشواری‌های اقتصادی ناشی از انقلاب قدری وحشی و بی‌رحم شده. به همین دلیل هم این افراد در ذهنشون از این ایده پیروی میکنن که به سیستم رو دست بزن پیش از اینکه سیستم به تو رو دست بزنه. در نتیجه با نبود وفاداری و پایبندی به جامعه و شرکتی که در اون کار میکنن روبرو بودیم. این نکته‌ایه که مدیران اروپایی باید در موقع استخدام جوانای ایرانی ازش آگاه باشن. That is something that European managers need to be aware of when hiring young Iranians. Right. The election of Rouhani. خب به عنوان کسی که به سیاست و اقتصاد ایران علاقه دارین، به نظر شما انتخاب روحانی به ریاست جمهوری چه تغییر مشهودی در اوضاع ایجاد کرده؟ Politics and economy. سوالتون در مورد چهره ایران در خارج یا وضعیت در داخل کشور؟ به موضوع تصویر ایران در خارج از کشور میرسیم، ولی قبل از اون میخوام بدونم به عنوان یک ناظر علاقه من به مسائل سیاسی و اقتصادی ایران چه فکر میکنین؟ وقتی روحانی به قدرت رسید، انتظارات زیادی در بین ایرانی ها ایجاد شد و البته در عرصه بین‌المللی هم مذاکراتی که حالا شاهدش هستیم به راه افتاد و این انتظار ایجاد شد که شاید طرفین به نوعی توافق برسند. بله، چه در داخل و چه در خارج از ایران امیدواری زیادی ایجاد شد. در آخرین سفرم به ایران که 6 ماه پیش بود، بله 5 یا 6 ماه پیش، این حس خوشبینی رو احساس کردم. اما علاوه بر اون احساس کردم که وضعیت اقتصادی خیلی سخت شده و امروز بخش بزرگی از جامعه ایران در نتیجه افت شدید ارزش ریال و نرخ بالای تورم در سالهای 2012 و 2013 با شرایط خیلی سختی روبروست. در نتیجه میتونم بگم که امیدواری وجود داره، اما وضعیتی که آقای روحانی باهاش طرفه خیلی دشواره. Mr. Rouhani has to deal with is quite serious. And then come to و حالا بفرضیم به اینکه خارجی ها و به خصوص غربی ها چه برداشتی از دولت جدید دارند و از اون چه انتظاراتی دارند. What sort of expectation there is? I believe they see the Iranian government as the Rouhani government as an opportunity. من فکر میکنم اونا هم به دولت روحانی به چشم یک فرصت نگاه میکنن. البته کاملا آگاه هستند که او تنها تصمیم گیرنده نیست و در حکومت ایران جناهای دیگه‌ای وجود دارن که شاید مواضعشون از او که یک محافظه‌کار عملگراست کمی بسته تر باشه. اما مثلا در آمریکا هم ما دقیقا با همین وضعیت روبرو هستیم. اونجا هم اوباما سعی میکنه به ایران نزدیک بشه، ولی بعضی اعضای کنگره تندروی میکنن و مخالف گشایش در روابط با ایرانند. در نتیجه من فکر میکنم که دیدگاه و فهم غربی ها از اوضاع نسبتا دقیقه. فرصت هایی وجود داره، اما جامعه ایران یک پارچه نیست و قدرت در اختیار یک گروه یک دست نیست. And the power is not a monolithic block. So there is a great chance of Iran and Dubai. احتمال زیادی وجود داره که ایران و کشورهای پنجه به اضافه یک به توافقی برسند. دست کم این احتمال از هر زمان دیگه ای بیشتره. بله. اگه به توافقی برسند در روابط اقتصادی و سیاسی ایران و غرب چه تغییر اتفاق میفته؟ Iran's relations, both economic and political relations with the West. Let me before answering that. I've recently heard an analysis. بذارین قبل از اینکه به این سوال جواب بدم چیز دیگه ای رو بگم. اخیرا تحلیلی شنیدم مبنی بر اینکه خود فرایند نشستن دور میز و گفتگو کردن به اندازه نتیجه مذاکرات اهمیت داره. ترجیبند صحبت مذاکره کننده های ایرانی هم اینه که اون چه که باید بهش رسید یک توافق برد برده. این برای من نسبتا تعجب آوره، چون زمانی که خودم با ایرانی ها بر سر قرارداد تجاری مذاکره می کردم، یکی از مشکلات هم این بود که اونها آشنایی چندانی با یک توافق برد برد نداشتند. یادم میاد یک بار بعد از یک مذاکره خیلی سخت سعی کردم به طرف ایرانی توضیح بدم که باید به یک راه حل برد برد برسیم، ولی اونها یک جوری به من نگاه میکردن که انگار میخوان بگن خب اگه شما نبازین که ما نمیتونیم ببریم. در نتیجه خیلی خوشحالم که حالا ایده راه حل برد برد مطرح میشه. نمیدونم ظریف و عراقچی کتاب من رو خوندن یا نه. البته فکر نمیکنم خونده باشن، ولی اگر خونده باشن جالب میشه. امکانات خیلی زیادی وجود داره. من همراه گروهی از دوستانم در پاریس یک حلقه گفتگو به راه انداختیم و کنفرانس ها و میزگرد هایی برگزار میکنیم. علاقه شرکت هایی که میخوان یا به ایران
برگردن، چون مثلا تا 4-5 سال پیش اونجا کار میکردن و یا شرکت هایی که هیچ تجربه قبلی در ایران نداشتن ولی بهش به چشم یک بازار بالقوه نگاه میکنن فوق العاده زیاده. در نتیجه فکر میکنم از منظر اقتصادی و تجاری در هر دو طرف علاقمندی و منافع وجود داره، هم در ایران و هم در طرف های خارجی. از نظر سیاسی در غرب این آگاهی داره رشد پیدا میکنه که با بی‌اعتنایی به ایران در 35 سال گذشته اونها در واقع خودشون رو از یک شریک بسیار مفید محروم کردن، شریکی که میتونه عامل ایجاد ثبات در یک منطقه بسیار آشوب زده باشه. و من فکر میکنم به خصوص دولت اوباما متوجه شده که به رویه عملگرایانه تری نیاز داره و شاید حمایت مطلقشون از حکومت های سلطنتی سنی حاشیه خلیج فارس تا حدی اشتباه بوده. In the Gulf has been perhaps a little misguided. All right. No, you mentioned Obama. Will you come to به اوباما اشاره کردین. بذاریم به عنوان کتابتون بپردازیم. حسین بر سر دوراهی یا دغدغه‌های حسین. منظورتون از حسین باراک حسین اوباما است. چرا اسم کتابتون رو حسین بر سر دوراهی یا دغدغه‌های حسین گذاشتید؟ حرفتون کاملا درست نیست. عنوان کتاب در واقع نوعی دعوت به خوندن اونه. برای همین هم نمیخوام خیلی وارد جزئیات اون بشم. ولی همونطور که گفتین دو حسین وجود داره. یکیشون باراک حسین اوباماست و دیگری حسینی که نماد ایران در دوران بعد از انقلابه. برای من امام حسین به شکلی بسیار نمادین مظهر ایران بعد از انقلاب سال 57. دوراهی هم در واقع همین جاست، چون دو گزینه در پیش رو وجود داره. So thus the dilemma because there are two choices. And how do you see it? به نظرتون اوضاع بین باراک حسین اوباما و ایران چطور داره پیش میره؟ Well, I think unfortunately there's a lot of mistrust. راستش متاسفانه هنوز بی‌اعتمادی زیادی بین هر دو طرف وجود داره. به نظر میاد دولت اوباما تلاشی آگاهانه انجام داده تا گامی به طرف ایران برداره. ولی نباید فراموش کنیم که او به تنهایی تصمیم گیرنده نیست و با کنگره هم طرفه و باید با سنایی که اکثریت اون رو جمهوری خواها تشکیل میدن سر و کله بزنه. ولی فکر میکنم سیاست خارجی یکی از حوزه هایی که در اون هنوز استقلال عمل بیشتر تری داره و میتونه کار رو پیش ببره. ولی موانع فقط به امریکا محدود نمیشن و در ایران هم وجود دارند. کاملا. به نظر میاد که رهبر ایران هنوز هم به شدت با هر گونه گرم شدن روابط ایران و امریکا مخالفه. همونطور که گفتم ایران کشور یک دستی نیست. بعضی جناح‌ها خواهان گشایش در روابط ایران و جامعه بین المللی هستند و بعضی جناح‌های دیگه هم از تحریم‌ها نفع بسیار زیادی بردند. رهبر ایران باید بین این جناح‌ها نوعی تعادل ایجاد کنه. مسیر حرکت هنوز به طور قطعی مشخص نیست، ولی فکر می‌کنم فرایند مذاکرات به شکلی اجتناب ناپذیر به باز شدن درهای ایران منجر خواهد شد. نایجل کولتورد، خیلی ممنون از اینکه مهمان من بودید.